مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مسپال حسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما صادق حسین شیرازی رام روز شنبه ششم اسفند 1401 در جلسه دیگری موضوع طرح چشمانداز اربعین 2030 با 50 میلیون زائر را با حضور شخصیات مهم شهر کربلا دنبال کرد این جلسه با حضور تعدادی از متخصصان ایجاد زیرساخت، احداث و توسعه شهرها و تعدادی از دستاندرکاران شهر مقدس کربلا در مورد اولویت های پروژه بزرگ چشمنداز در بین 2030 با 50 میلیون ظاهر برگزار شد. مهندس سامر جلوخان، مهندس باسم عباس، مهندس فایز ابوتهین عادل الموسوی و دکتر حسین المنگوشی با حضور در این جلسه در خصوص مهمترین مقدمه های برنامه کاری پروژه بزرگ چشمنداز عربین 2030 با 50 میلیون زائر به بحث و تبادل نظر پرداختند. شاین ذکر است پیگیری طرح 2030 در پی عمل به فرمایش آیت الله لزما شیرازی مبنی بر لزوم رسیدگی به شهر مقدس کربلا و مردم آن است که بارها در مناسبت‌های مختلف فراهان تاکید فرمودند معظم الله با توجه به افزایش قابل توجه تعداد زائران اربعین حسینی در ده سال اخیر در شهر مقدس کربلا بارها و بارها بر ضرورت آماده سازی و تجهیز این شهر مقدس به گونه ای که پذیرای صدها میلیون نفر زائر باشد تاکید فرمودند در این جلسه توضیحات مفصلی در خصوص نسخه اولیه طرحهای عمرانی شهر مقدس کربلا ارائه شد حجت الاسلام و مسلمی شیخ مصطفی محمدی رئیس مؤسسه مصباح حسین علیه السلام پس از شنیدن نظرات حاضران در این جلسه ضمن تشکر و قدردانی از ایشان به بیان اهداف این مؤسسه و آنچه که در این پروژه بزرگ راهبردی به دنبال آن هستند پرداختند